درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین بالاخره با اختتامیه ترک آلبوم بهرام به اسم ترکی به اسم بالا افتادن اینجاییم خدمتتونیم. که بالا افتادن از حاجی اصلا اسمش همه جوری معلومه نه آلبوم خودها اینقدر مهمه آینه. چیز آینه توش آره. ولی نگاه این ترک اسمش هم گوزپیچت میکنه کلن، یعنی نه تنها خود ترک معلومه تکلیفش، 5 دقیقه و خورده ای هم هست، خب قشنگ طولانی ترین ترک، اسم ترک داغونت میکنه، آلبوم و آرتیست هم که معلوم هستن چیکار میخوام بکنم. بریم کارو داشته باشیم بچه ها، لایک و ساب و زنگولیاتون نره که باعث قوت قلب به ما. ما این اولین آلبومی که تمومش کردیم در طول این مدتی که ریاکشن رفتیم، اولین آلبومی که ما کامل رفتیمش. در خصوص این آلبوم پلی لیستش هم هست بچه ها، آخرین ترک همچنان بودش واسه همین تا ولی شرم بر ما و من که اشتباه خود تمام نکردیم. بریم کار داشته باشیم. بریم آقا جان. آجی با یادم بیاد چه اتفاقاتی افتاده قبلا که اینو بخوام. سخته کار. من یادم بخوام بدم. صدای مازوخیت نمیاد. پنج دقیقه خوبه. کاش خیلی شین شکلی باشه. راحتی. نمیفهمیش. نه داره تصویرسازی عجب غریبی میکنه با این عشان سایلنت هیله. فضایی هم درک نمیکنم، نمیتونم چیزی رو بسازم تو ذهنم از صدا، فقط یه صدای همینطوری. ما اون ویدیو میاد تو ذهنم. خورجین چرم رو علاق کور، مردم مرعوب، پادشاه زور، محفظ تنگه و تعدادمون زیاد. نه بذار از اول باید دقت کنم. خورجین چرم رو علاق کور، خورجین چرم رو علاق کور، مردم مرعوب، پادشاه زور، محفظ تنگه و تعداد. مرعوب یعنی چی؟ مامان ترسیدن، بیم زده شده. آه رعب. ها از رعب و وحشت میاد، یعنی مردم ترسیده شده، مردمی که از یه پادشاه زورگو خورجین آره. چرم رو علاقه کور، علاقی که ازش کار کشیده میشه فقط خورجین روشه و خورجین جنس خوب روشه و از علاق بدبخت کور بیچاره چارسیز چیز میکنن. نه نه میدونی حس میکنم داستان چیه. خورجین چرم رو علاقه کور، تشکیلات زیاده ولی هیچ به هیچ جا نمیرسه، میدونی علاق کوره، خورجین هم چرمه ولی مسیر راه به جایی نمیبره، من به جایی نمیرسه. اینم دیده، اینم دیده خوبیه. حتی ما دو تا چیز شنیدیم آره، که داریم چیز سر مرعوب پاسگنده آره. آره. ولی خب فکر میکنم از اینم از این دیدم میشه نگاه کرد که خورجین چرم یعنی کسی که دارنده است و داره میکشه آره. رو الاغ کور روی یه مثل یه کارگر یا کارگر آره. این بیاینده این دوتا چیزیه که آره. میشه این دوتا ایدهی که میشه داشت. هر چند فکر میکنم اون یکی بیشتره. خورجین چرم رو علاق کور، مردم مرعوب، پادشاه زور، محفظ تنگه و تعدادمون زیاد نمونده بینمون حتی جای مو، همه رویدن خاک و خوک. قشنگ الان فهمیدم مردم مرعوب همه جا تنگه و اینا، قشنگ الان خوکدونی رو داره تصویر میکنه، چون میدونی که خوکا رو توی جای خیلی تنگی نگه میدارن، خیلی تنگه، حتی نمیتونن رو پهلو بخوابن و وقتی که بچه دار میخوان بشن فقط به حدی جاشون رو بزرگتر میکنن که بتونن رو پهلو بخوابن و بچه دار بشن، دوباره برشون میگن داره همینجه همیشه این شکلی هست. خاصی داره که انقدر جاشون کوچیکه. نمیدونم یه دلیل تکنیکی باید داشته باشه، ولی دلیل اولی که من تو ذهنم اینه که خب جای کمتری بگیره. آره دلیل تکنیکی آره. تکنیکش پوله. زیاد نمونده بینمون تو جای مو، همه رویدن خاک و خون، کسی بس نیست به جای تو آسمون، علف هرزه که میپیچه به ساقمون و کن شده دیگه قیچی باغ بون. یا دست دادیم معنویتو، از دست دادیم، میدونی اینقدر زندگی چقدر شرایط بعضی از مثلا بعضی از جای ایران، نمیگم همه جا، ولی بعضی از جای ایران مثلا توی فیلم‌ها هم حتی هست آره. اون چیزا میاد تو ذهنت، هیچ چیز دیگه براشون نمونده، فقط از هم میگیرن میقاپن تا فقط زنده بمونن آره. از طرف من میتونم اینو رو کل بشریت هم چیز کنم، به خاطر اینکه مثلا یه حرفی هست میگه که
وقتی آدم ها رو بندازی توی یه زندان و بهشون بقبولونی که اینجا زندان نیست، با رضایت زندگی میکنن. میدونی؟ مثلا توی مثلا میتونی شهر رو تصور کنی، تعدادمون زیاده و بینمون حتی نیست جایمون، همه رویدن خاک و خون، کسی وس نیست، شهر شلوغ هم میشه. مثلا نیویورک میاد تو زنم که مثلا یکی وسط خیابون داره میمیره، هیچ که حواسش نیست، همه دارن فقط میرن میان تو کار خودشون. مثلا به ساقمون و کن شده دیگه قیچی باقه بون، ببین همه ترسیدن، منم ترسیدم ولی کنجکاوم، میخواستم ترسامو تومه کنم، ببینم چی میچسبه ته قلابم. سیدم سنگین بود منو کشید تو، منم شل کردم و افتادم. چه تفسیر قشنگی میگه منم همینجوری، آقا منم مثل تو ترسیده بودم ولی کنجکاو بودم، منم جزوی از شما بودم ولی رفتم کنجکاو... دنبال یه چیزی و اون چیزی که دنبالش رفتم منو کشید بیرون. تو منم شل کردم و افتادم. من تا وقتی میترسم هستم، من تا وقتی میترسم آزادم. دقیقاً آجی، ببین وقتی آدم احساس داشته باشه، خب کلا اینی که حس ببین همه آدم، همه موجودات احساس ندارن، چند تا از نژادهای کمشون احساس دارن، بعد چند تا نژادهای کمشون احساس رنج کشیدن رو دارن، خب و تو اون دسته بالاترینشون انسانه، خب و اینی که بتونی حس ترس رو تصور کنی، اینی که میدونی مثلا حس ترس رو انسان داره، اگه یه آهوی پلنگ و شیر میده دنبالش، الان یافتهای دانشمندا بر اینه که ترس نیست که بهش غلبه میکنه، در واقع یه جور حس غریزه است که الان باید فرار کنی به خاطر اینکه به خاطر جونت. این در واقع اینجوری نیست که مثلا تصور کنی که وای به دست این بیفته تیکه تیکه میشه، تصور همچین تصوری اصلا نداره، چون تصور از آینده نداره. وقتی یه ملتی تصور از آینده نداشته باشن، فقط گنجش روزی باشن، تو همون روز زندگی کنن، ترس هم دیگه براشون معنی نداره، اصلا هیچ حسی دیگه براشون نداره معنی نداره. ترس واقعیت، یکی از واقعی ترین حساس بعد از درد، یکی از واقعی ترین حسا میشه. ببخشید مهمترین حس، ببین اولین حس و واقعی ترین حس درده، بعد یکی از مهمترین حسا میشه ترس، خب که واسه بقا میشه. و وقتی که من فکر کردم تو حسای چیزو داری و وقتی که توی جامعه سالم بگن حس ترحم از بین بره یا کم بشه، اون جامعه داره نابود میشه، اون جامعه داره حس اون جامعه داره انسانیتش رو از دست میده. و از این طرف داره میگه من تا وقتی میترسم آزادم، یعنی وقتی این آخرین بارقه های انسانیت رو دارم آزادم، میتونم بیاندیشم. در واقع میترسم آزادم، دورم سر آینه الان چقدر موزیک کارش، من تا وقتی میترسم آزادم. ببین چقدر روش تاکید داره میکنه، تو کلی این همه حرف رو. وقتی دیگه نمیترسی یعنی راحتی. آره راحتی خوب نیست، پذیرفتی همون جهنم، پذیرفتی تموم شد، گرفتاری دیگه، آزاد نیست. چه موزیک عجیب غریبه. آینم رو برعکس میگیرم، دنیا رو تو دستم میبینم، کوها دره های آسمونن، درخت آویزونن، من دارم بالا میفتم، من دارم بالا میفتم. چی؟ آینه ما برعکس میگیرم. خب ما آینه همون تصویری که تو از خودت داری دیگه، میگه مهم اینه که تو چه جوری خودتو میبینی، تو هر جوری خودتو ببینی همون جوری هستی، این نیست که دنیا تو رو چه جوری بگه، اینی که تو آینه خودتو رو برعکس بگیری تصویر همونه. میگه آینه رو برعکس بگیری، آینه رو برعکس میگیرم، یعنی جور دیگه ای نگاه میکنم. خب الان دیگه من دارم سقوط نمیکنم، الان دنیا تو دست منه، الان دیگه کوها دره های آسمونن، من دارم سقوط نمیکنم، من دارم بالا میفتم، درخت ها آویزونن. پشمام من چرا انقدر منطقی فکر کردم به این تیکه؟ من فهمی کردم که آینه رو برعکس بگیری، نه آینه رو برعکس بگیری، هر جوری آینه رو بگیری همون تصویر رو نشون میده. آره داشتم به خود آینه واقعا فکر کردم. من دارم بالا میفتم. ولی دمش گرم، فلوش جوری بود که میذاش اجازه میداد فکر کنی. چقدر مرموز این موزیک. زمانو پیش میرم، مکانو بر میگردم، میبینم مردم همو فاسد میشن، میگندن،
همه تو جاشونن تکرار باباهاشونن. دیدی تکرار نفسا که من آجی تنت شد داستان باشا تنت شد کریستوفر نولان طوری شد نگاه زمانو پیش میرم مکانو بر میگردم یادم اون فیلم افتاد ولی نگاه یه زمانو پیش میرم مکانو بر میگردم خب گوه میخورم اصلا اینه بفهمم بذار سعی نکن همه تو جاشونن تکرار باباهاشونن هر چیزی غیر از نه میفهمیدم الان دیگه نه چون که منم زمانو پیش میرم مکانو برمیگردم من الان دارم میگم میفهمیدم الان دیگه نمیفهمم ببین زمانو پیش میرم مکانو برمیگردم توی همین یه جمله نمیتونی بفهمی منظورشو ولی بقیهشو که میخونه میفهمی منظورشو یعنی من دارم جلو میرم ولی فکر میکنم به قبلا مکانو برمیگردم که مردمم فاسد میشن میگن در همه تکرار باباشونن میدونی من نمیتونم برگردم به عقب من دارم تو زمان جلو میرم ولی تو مکان فکر میکنم به عقب فکر میکنم نگاه میکنم به مکان و میبینم که مردمم چجوری میشن میدونی منظورم چیه آره منظور تو رو میفهم ولی همچنان منظور برام نفهمیدم فکر کنم دارم درست میگم نمیدونم بگین شما اول فهمیدم نمیفهمم هر چیزی غیر از این بودن اونا رو درک میکردم من دارم بالا میفتم زمان میخواد فکر کردن روش زمان میخواد یه مقدار خب برای همینه که چون زیاد نمیخوام هی واسه بشنن فکر خودش کنم خودش داره این زمانو میده آره هم ترک طولانی آره هم بینش خیلی فاصله اینش خوبه که این زمانو یه میده آجی یه سکوتایی توش آره مثلا فکر کن اینا رو توی فلوی سری میخواست بگه ولی ببین به نظرم خیلی واضحه نگاه داره میگه زمانو پیش میرم مکانو برمیگردم که گفتم به نظرم معنی چیه ولی همین همیشه به این چیز کرد توی ترکای قبلیش که میگفت که یا مثلا تو همین ترکش که میگفت منم لای همین خوکا توی این خوکدونی بودم تا برام کنجکاوی پیش اومد و کنجکاوی رو پیش گرفتم و این کنجکاوی منو از لای اونا کشون بیرون و بعد اینکه این یک ذره یه درصد در این کنجکاوی تو دل آدم باز میشه و شروع میکنه اون مسیر رو رفتن برمیگرده زمانو پیش میره مکانو برمیگرده نگاه میکنه میبینه وای این آدمایی که قبلا من باهاشون مثلا در تو بودم اصلا الان نمیتونم درک کنم من دارم بالا میفتم فضایی میاد صدا وقتی میاد که سرت میزه رو شیکمه یکی صدای وقتی میاد که سرت میزه رو شیکمه یکی حالا دیگه فقط اون رو میتونم بشنوم سائق جوون زد زمین ابر شد آینم و چرخوندم بارون تگرگ شد باشه این تیکه سائق جوون زد زمین ابر شد منظورش اینه که خب از همه چی زمین آسمون زمینه دیگه خب وقتی آسمان وقتی چرخونده الان آسمون زمینه خب میگه سائق جوون زد بذار برگردیم اقام چون من اصلا نفهمیدم چی گفتی یه بار دیگه بگو ساق جوون زد زمین ابر شد چیه؟ میخواستم یه بار دیگه بگی زدم عقب که یه بار دیگه بگی یه بار دیگه تو پلیشی پشما من دارم بالا میفتم بگو میگه پشما من دارم بالا میفتم الان زمانو برگشتی مکان آره مکان رفتی جلو نه زمانو رفتم جلو مکانو برگشتم بگو وایسا ببین تصویر قشنگی میده دیگه فرض کن تو وارونه باشی انگاری که ساقه داره جوونه میزنه توی ابر میبینی؟ آره زمین ابر شد آره دقیقا دیگه واضحه دیگه قشنگ بود برای همین پاس کنم فقط این ابر شد آینه اما چرخوندم بارون تگرگ شد
که شنا نابلدهای تن به آب زدن، تو اشکی که تو چشای زمین جمع شد. من دارم بالا میفتم. این تیکشو واقعا نمیتونم بفهمم. چشنا ولده تن بازم تو اشکی که تو چشای زمین جمع شد. پرنده ها رو داره میگه که داره آسمون. آره دیگه، پرنده ها شاید یه جور پرنده ها رو مثلا به یکی دارن پرواز میکنن، خب چون اونا هن که انگار توی مثلا. خب که این رفرنس به چیه؟ چون تا الان میگفت کسی که تفاوتی توی خودش ببینه و تفاوتو پیش بگیره کسیه که کار درستو کرده، کسیه که از نسلش جدا شده. و اینجا داره میگه چه شانه نابلده که تن به آب زدن. خب اونام دارن احتمالا همون ترسشون رو تست میکنن دیگه، شانه نابلده ولی تن به آب زدن. اینجاشو نمیتونم بفهمم. اینجا رو دقت نکردم، آینمو چرخوندم بارون تگرگ شد، بارون تگرگ شد نمیفهمم، ولی آینمو چرخوندم شاید به حالت اولیه برگشته، چون اون موقع معنی میده که بگی چشن حالا بعد نامردای تن به آب زدن تو عشقی تو چشای زمین جمع شد. مثلا میشتم چاله هایی که خوکا توش زندگی میکنن مثلا اونجا، نمیدونم در کل نمیدونم. در کل من هم این تیکشو نفهمیدم. من دارم بالا میفتم. من دارم بالا میفتم. الان که آینش رو چرخوندم داره بالا میفته. من دارم بالا. بسا اصلا اینو در نظر نگرفتیم که بهرام داره کجا میره. قلاب انداخته، تومش کشیدتش تو آب، داره فرو میره. خب پس چرا میگه چشنا نابلده که تن با آب زدن؟ بیشتر نفهمیدم. میفتم. من دارم بالا میفتم. امیدوارم اینجا یکم بفهمم. من نه ترس نه ترسیدم. شروع شد صدا خوکدونی می اومد، فلزا و درا و فلان و اینا. گوش کن، شروع شد کار. آره. من نه ترس نه ترسیدم، من ترس انگیزه میگیرم اصلا با من واهمه ها ترس نزن به ترس از هر چیزی که به سمتش میری که این ترس نیست که تو رو داره میکشه عقب. نه من گم کردم مرز سیستم و آدم ها رو نقش هم که کیمیا گفت ترس نیست که تو رو میکشه عقب، برعکس ترس داره هولت میده. ترس نیست که تو رو داره میکشه عقب. نه من گم کردم مرز سیستم و آدم ها رو، ذهن تو به گرد پیدا میکنی ما رو چون ما. البته فکر میکنم اینجا اگه به جای ترس از کلمه ریسک استفاده میکرد بهتر بود، چون بعضی چیزها رو نسبت بهشون ترس داری و باید ترس داشته باشی. ولی مشخصه برام داره راجبه چی. آره راجبش راجب میدونم، ولی حرف میزنه که اوکیه. بازم فکر میکنم مثلا ریسک، البته توی این داستان سر مدلی که الان داره پیش گرفته واسه این آلبوم، آره مثلا همون ترس رو استفاده میشه کرد. بعد که میفهمی منظور ریسکه چیز میشه و اینا، ولی کلا منظور ریسکه و کلمه ریسک و ترس با هم فرق دارن. آره. من گم کردم مرز سیستم و آدم ها رو، ذهن تو به گرد پیدا میکنی ما رو چون ما هممون تهش به فکر منفعتیم پس باید بریزیم. باشه ببینم، منو داره یه کت ترکاش میندازه که میگفت همون ترکی که داشت از هیپ هاپ حرف میزد، میگفت من تو ذهنتم. چی میگفت؟ میگفت تو مطمئنی تو اون ترک داشت از هیپ هاپ حرف میزد؟ آره. توی اون ریاکشن خودش اصلا کلمه آخر میگه دیگه، میگه من ساکن همین ریشم، از اینجا نمیرم هیچ وقت، به من میگن هیپ هاپ. کلمه آخر واضح داره میگه، نمیدونم شاید اونو نمیگه ولی به همون روش داره اون چیزی که نمیدونم چیه رو میگه. میدونی چی میگم؟ تو به گرد پیدا میکنی ما رو چون ما هممون تهش به فکر منفعتیم پس باید بریزیم تو خودمون، ببندیم دهنا رو، تو هم وانمود کن به هر چیزی که نیستی، منم وانمود میکنم که باورت کردم اقلا اینجوری یه جایی تو ذهن هم داریم، پشت ویترینی که ساختیم از دروغ و فرهنگم و له له میزننم تو سطح شهر واسه یه مدرک یه باز اینجا هم رفرنس داره تو ویترینی که ساخت. تو میگفت تو جنس کیو میفروشی توی ویترینی که ساختی. خیلی از انگاری که مخلوطی از همه ترکاشه و داره نتیجه گیری میکنه اینجا و نتیجه گیریش مثبت نیست تا اینجا شد دقیقا. وقتی مست دروغ و فرهنگم و له له میزنن همه تو سطح شهر واسه یه مدرک یه نشونه یه دونه سند که بفهمن کیان و کجان و چی فکر میکنن قلبن راجع به هر چی که نمیفهمن. منم فکرامو کردم رفتم دورامو زدم حرفمو میزنم بعدم میرم تهش به درک. اگه نمیترسی بدون داری میری سمت غلط. اگه نمیترسی بدون داری میری سمت غلط. دقیقا اگه نمیترسی بدون. یه اصل هست خب، میگه که بدونید، همیشه بدونید مسیر درست و از غلط
چجوری میشه تشخیص داد. هر وقت توی زندگی مدرن اینجوریه، ببین توی زندگی قبلنی که داشتن آدمای مثلا قبل از تمدن، قبل از انقلاب کشاورزی رو دارم حتی میگم، قبلش اصلا این صحبت درست نیست، قبلش تمام حسات دارن درست میگن، فقط باید به اونو گوش کنی الان میمیری. ولی توی عصر مدرن مخصوصا بعد از انقلاب کشاورزی و توی عصر مدرن مخصوصا یه اصل جدید هست، ولی چون خلق و خوت باهاش هماهنگ نیست تو باید زور بزنی تا اینا اوکی کنی. میدونی اینجوری نیست که مثلا تو ذاتت نمیخواد اینو، غریزت نمیخواد اینو. این اینه، هر موقع اینو بدونید، هر موقع خلاف غریزه های اصلیتون تصمیم گرفتید به احتمال بسیار زیاد دارید تصمیم درستی میگیرید. هر موقع خلاف غریزه اصلی تصمیم گرفتی بدون که دارید تصمیم درستی میگیرید. این برای اصل دنیا رو یه جوری فقط ساختن که اینجوری بشه. و نه همیشه، بیشتر وقتا. چرا دنیای جدید رو یه جوری اینجوری نساختن که اینجوری بشه؟ این ساید افکتشه و نمیشه کارش کرد. یعنی به هدف این نبود. این خودش باعث یه سری تئوری توتایی چرت و پرت عجیب غریبی، توهم تئوری توتایی چرت و پرت عجیب غریبی شده که به یه هدفی نه، اینا خیلی ساید افکت و همینجوری به وجود اومده. یه جایش خیلی باحال میگه، میگه بترس از هر چیزی که به سمتش میری، میگه تو از واهمات با من حرف نزن، از چیزی که داری سمتش میری بترس. اگر که به ترسشون غلبه کنن و برن سمتش، میتونن اون کاری که اون زندگی که بعد رو داشته باشن. اگه بترسن و هر اتفاقی میفته بگن خب حالا ببینیم چی میشه، یا ببینیم چه اتفاقی میفته، یا چی خدا برامون میخواد، اینا چیزایی ان که آدم میتونه به طرف بگه بترس از چیزی که داری میری سمتش، چون این بذار ببینم چی میشه و حالا ببینیم چه اتفاقی میفته و فلان و اینا. یا به خودت میای میبینی شده 56 ساله، حالا چرا 56 دقیق، کلا سنت رفته بالا و هنوز منتظری ببینی چی میشه. دقیقاً. من دوست دارم که بپرسم یه نقطه قوت این آلبوم و یه نقطه ضعف این آلبوم. اول به نظرت نقطه قوت این آلبوم چی بود؟ موضوعش بود. من این موضوع خیلی دوست داشتم. من اصلا فکر نمی‌کردم، مثلا حتی نمی‌دونستم تو چه کاتگوری قرار بدم این صحبت‌ها رو. ولی همیشه تو ذهنم بوده. خب وقتی که توی این آلبوم همش اومد، من اینجوری بودم که پشمام انگار مثلا ذهن‌های تو دنیا دارم من واسه میشن. اینا حتی تو ریاکشنم گفتم. ولی موضوعش به نظر من برای من نقطه قوت اولی بود و نقطه قوت دومی آهنگسازی پیماندگار و اشکان موسوی. به نظر منم نقطه قوتاش همین دوتا بود، من مخصوصا بیشتر روی آهنگسازیش. اونایی که دوست نداشتن کار رو با خیلی هاشون با نسل چهار و فلوها و قافی های راحت و میدونی؟ آره. اینجوری مثلا با اونا چیزش میکردن. اون نظر موسیقیایی، ولی از نظر موضوعی بهرام حرفش اینه که آقا خودتو به چالش بکش، بیدار شو، چیزی تو واکن. خستن ملت، فقط تفریح میخوان. نمیدونه. آره میتونه. ولی از طرفی اگر که مثلا این دیده بد رو بهرام نشد، چی بیاد؟ آخه میدونی مثلا کسی که مثلا میاد میگن که بهرام میگه من خوبم شما بدین، من مسیر درست رو پیش گرفتم شما بدین، بعد یه سری آهنگا هستن طرف عملا داره میاد میگه من خوبم شما بدین، من کش دارم فلانی نداره، من دختر دارم فلانی نداره، من نمیدونم چی دارم فلانی نداره، قشنگ از این لفظای زیاد میان. اونا اشکال ندارن، اونا گنگن، ولی مثلا بهرام مثلا میاد یه همچین صحبتایی میکنه، داره میگه من خوبم شما خوکین، نه دیگه داره یه درسی سعی میکنه بده به نظر من. حالا دو تا نقطه قوت، نقطه ضعف. به نظر من ضعف که نه، ولی نقطه جای بهتر، یعنی سبک بهرام نیست، ولی اینه که یه ذره سعی کنه عامه پسندتر باشه، که اصلا همچین چیزی حتی ازش نمیخوام، چون اصلا کار بهرامی نیست. ولی این عامه پسندتر بودن، سخت فهمیدنش اون بخش هم عامه. سخت فهمیدن همین که مثلا آره سبکش مثلا دارک و اینو، بعد مثلا بشینی فکر کنی مثلا پشت چراغ یا مثلا تو پارتی یا مثلا نمیدونم این ورون ورون اینا، نمیتونی آهنگ رو گوش کنی، مثلا بعد فقط یه موقعی باشه که خودت همینجوری میخوای اینجوری بشینی آهنگ گوش کنی. و توی عصر الان کم پیش میدادن وقت داشته باشه همینجوری بچینه و خودش آهنگ گوش کنه. اگه عامه پسندتر بود، این مسیجا رو بهتر میتونست به گوشای زیادتری برسونه. بیشتر آدما بتونن بفهمن این صحبت ها رو. خب ولی مثلا اینه که بگی از پرتغال میخوام برای عامه پسندتر بودن موز باشه، نمیشه.
به نظر من نقطه قوتش رو موافق بودم با کیمیا، نقطه ضعفش رو این نمیدونم به خاطر اینکه خب این ذاتشه، این همینه که هست، اما نقطه ضعفش کمک میکنه به این سمتی بره که کیمیا میگه، یعنی نقطه ضعفش اگه حل کنه مثلا خیلی کار خیلی پانچ کم داشت میدونی. مثلا یکی اول صداش بود، یکی صداش بود، آره یه وقتی صداش بود به نظر من که صداش مثلا واقعا فاصله گرفته با بهرامی که بود. خب من چند روز داشتم چیزو گوش میکردم، به چی اعتقاد داری رو گوش میکردم، خب بعد از اولش تا تهش یه سره زیر مشتی، اصلا یه سره داره پانچ میزنه به سو، یه سره یک لاین به لاین اینجوری، هی اینجوری میشی، هی اینجوری میشی، بعد از هزار بار گوش کردن با اون صدا، صداش و اونی که اون پانچا رو نداره که مجذوبت کنه برای بقیه حرفا، برای همینه که بیشتر خسته میشی. موزیک کمک میکرد ولی خود بهرام باید کمک میکرد به این قضیه که پانچ بذاره واسه یه جایی، یه حرفایی بزنه که یه تکونی به خودت بدی، یه لحظه خواب از سرت بپره، مثلا بقیه حرفا رو گوش کنی. توی ترکای قبل، تو آلبومای قبلی پره این حرفاست، این اصلا ضرب المثل به ضرب المثل همه چیزاش، همه لایناش. ولی خب نظر ما اینجوری شه، نظر شما هم دوست دارین بدونین بچه‌ها، بنویسید کامنت، میتونین برام نظرتون رو بنویسین، یا میتونین عضو چنل تلگرام بشین چون اونجا کلا با هم صحبت میکنین، نظر سنجی میذارین که کانتنت کانال رو مشخص میکنه، میتونین که اونا شریک باشین. پس حتما بتونن که لینک دیسکریپشن رو بذارین بیاین توی کانال تلگرامون عضو شین، و اگر که دوست دارین حتما یادتون نره که سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو آن کنین که هر موقع یه ویدیو جدید آپلود میشه براتون نوتیفیکیشن میاد که هر روزه، و ویدیو جدید از دست ندید. مرسی که توی این آلبوم با ما بودید، امیدوارم که یادتون نره که لایک هم کوبیده باشید چون خیلی خوشحال میکنید ما رو، کلی بهمون انرژی میدین، و مهمتر از همه خیلی عشق دارید بچه‌ها. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.